من چجوری میتونم همچین قضیه ای رو پیاده بکنم؟ بیایید اینجا خیلی راحت من میخوام یه مسئله تعریف کنم. مسئله چیه؟ میخوام از کاربر، در واقع بیام از یوزر چی بگیرم؟ ایجش رو بگیرم، سنش رو بگیرم، ببینم که اگر سنش بزرگتر از 18 بود، بزرگتر مساوی 18 بود، اجازه بدم به ایشون چیکار کنه؟ بره دانشگاه، بره یونی، یا مثلا بره چه میدونم میلیتاری، بره ارتش. اگر زیر سن 18 بود بره مثلا یه جای دیگه. خب من فعلا ایف رو یاد گرفتم، میخوام چیکار کنم؟ بیام اینجا بررسی کنم ببینم که اگر سنی که من دارم از کاربر میگیرم بزرگتر مساوی 18 بود، بیام پیام براش چاپ کنم بگم شما میتونی بری دانشگاه یا میتونی بری ارتش. خب ببینم چجوری میتونم این کارو بکنم. آب خوردن، یه اج می نویسید، از دستور اینت استفاده میکنید و اینجا دستوری داره به نام اینپوت، برمیگرده میگه که پلیز کن اینتر یور اج و سه تا نقطه اینجا میذارم. خب میام اینجا پرینت میکنم اج رو. ببینید با هم دیگه استپ استپ بریم جلو که کاملا متوجه بشیم. من میام اینجا و توی کامند پرامپتم، خب کامند پرامپتم بستم، یه سی دی دسکتاپ کنیم، یه سی دی هم پایتون کنیم، سی دی سی ال اس. و میام اینجا برمیگردم میگم پایتون ایندکس. خب میگه سنتو بده، میدم مثلا 12. خب 12 رو برای من چاپ کن. خب میام اینجا، میام از شرط میخوام استفاده بکنم. دستوری داریم در واقع به نام if. if توی همه زبانها یعنی اگر. خب توی همه زبانهای برنامه نویسی شما اگر بخواید از if استفاده بکنید، if رو می نویسید و باید داخلش پرانتز باز و بسته بذارید، یه بریس باز یه بریس بسته میذارید، کد رو داخلش قرار میدید. توی پایتون به این شکل نیست. پایتون قاعده داره، قاعدهش رو یاد بگیر. یه مقدار با زبانهای دیگه فرق داره. اولا شما اینجا احتیاج نیستش پرانتز بذاری، مگر اینکه خودت بخوای تعیین بکنی که پرانتز قرار بدی. حالا فعلا نرسیدیم به ایفای چه میدونم که چند جمله‌ای باشن که میتونید براشون پرانتز اینا رو قرار بدید. فعلا راحت ترین حالت میام میگم ایف اگر اج بزرگتر مساوی 18 بود. اینجا دیگه بریس باز و بسته نداری، چی دارید؟ دو نقطه. دو نقطه یعنی چی؟ حکم همون بریس باز و بسته رو داره و من اینجا میام یه اینتر میزنم. ببینید از ایف باید 4 تا اسپیس، 2 تا، 3 تا، 4 تا. نگاه کنید شما نیاید اینجا سر خط شروع کنی بنویسی پرینت، بنویسی مثلا تانکس و مثلا گو تو یونی اند مثلا میلی، من میلیتاری هم منظورم ارتش، و 3 نقطه رو بذاری. نگاه کنید زیرش خط کشید، بیا روش نگهداری، میگه که ببین من انتظار دارم که شما توی این بلاکی که داری از دوا پایتون استفاده میکنی ایندنت بدی. ایندنت یعنی چی؟ یعنی رو به داخل. ایندنت در واقع توی پایتون یعنی رو به داخل. شما توی این زبان برنامه نویسی پایتون عملا بریس باز و بسته ندارید، نه برای فور، نه برای وایل، نه برای فانکشن ها، نه برای مواردهای دیگه که میاد به این صورت قرار میگیره، حتی دکوراتورها، هر چی که دارید تو ذهنتو در واقع ممکن حالا مثلا سی پلاس پلاس کار کرده باشی، جاوا کار کرده باشی، یا پی اچ پی کار کرده باشی، اینها توشون بریس باز و بسته بود. یعنی شما میومد اینجا یه بریس میذاشتی، اینجا هم یه بریس میذاشتی و میومد کدت رو برات اجرا میکرد. خب میومد اینجا میزدی پایتون رو برات میومد اجرا میکرد. اینجا داره برمیگرده میگه این ورید سینتکس، یعنی اصلا آقا شما بریس باز و بسته نمیتونی داشته باشی، یه دو نقطه میذاری. نکته بعدی چیه؟ هر آنچه کد که مربوط به ایف هستش بخواد توی بلاک ایف قرار بگیره، شما باید یه تب بزنید برید جلو. تب میشه چقدر؟ 4 تا اسپیس. توی پایتون قواعدش رو، همون در واقع بحث همون پیپ 8 رو که من میکردم، میگفتم بچه قواعد رو باید درست رعایت بکنی. اولین قاعده ای که توی PHP برای سمت ایف دارید این هستش که کدهایی که مربوط به بلاک ایف هستش، خب من گفتم تو زبانهای دیگه شما میتونستید بریس باز و بسته قرار بدید و داخلش بیاید تعریف بکنید. اینجا دیگه اینجوری نیست، شما باید حتما کدهایی که مربوط به بلاک ایف هستش رو بیاید 4 تا اسپیس رو به جلو قرار بدید. باز اینجا هم میتونیم در واقع به این شکل نمایشش بدیم. ببینید بلاک توی زبانهای
گذشته شما اگه فرض بکنید مثلا این بلاک ایف هستش، کد هایی که تو این جا قرار می گرفتن اگر این ایف ترو می شد می اومد اجرا می شده. خب توی زبان های گذشته مثل سی پلاس پلاس، مثل جاوا، مثل پی اچ پی به این صورته. خب یعنی اینجا اگه ترو بشه میاد توی بریس باز و بسته کدایش اجرا میشه، شما بریس باز و بسته هم ببینید آب خوردن متوجه میشه که این کدا مربوط به این ایف است. توی پایتون این شکلی نیست، شما توی پایتون باید کدهایی رو که مربوط به این بلاک ایف میشه رو حتما بیاید و 4 تا اسپیس رو به جلو ببرینش، یا اصطلاح خودمون یه تب بزنید، یه تب بزنید بره جلو. حالا میام اینجا اجرا میکنم، ظاهرش که خطا نداره، میام اینجا میزنم 19. چه اتفاقی میفته؟ میگه thanks go to union milit. یعنی در واقع چه اتفاقی افتاد؟ خب شما اومدید و اینجا رو چک کرد، خب شما دادید 19 بزرگتر مساوی 18. بله، یعنی اینجا چه اتفاقی افتاد؟ یعنی انگار من اینجا گذاشتم true. خب true شما وقتی میذاری if true، اصلا این مقدار true که گذاشتی خودش هم یه بولین هستش، چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که این کدی که اینجا هستش رو اجرا بکنه. اصلا گیرم من این رو هم کامنت بکنم، میام اینجا اجرا میکنم، میبینی اومدش اجرا کرد. پس شما اینجا در واقع وقتی میاید کدتون رو اجرا میکنی نگاه میکنه میبینه اچ 19 بزرگتر مساوی 18 میشه چقدر؟ میشه بله. بله میشه چی؟ میشه ترو. یعنی در واقع انگار اینجا ترو قرار میگیره. ترو که قرار بگیره میاد و این قطع کد رو میاد اجرا میکنه. حالا من گیرم این قطع کد رو چند تا هم اینجا به این صورت داشته باشم، تک تک رو میاد اجرا میکنه. چرا؟ چون همشون توی بلاک ایف هستن. چرا؟ به خاطر اینکه همشون 4 تا اسپیس رو به جلوی یه تب، رو به جلوی یه ایندنت، رو به جلو هستن. الان من بیام اینجا و به عمد بیام اینجا مثلا بنویسم 20، نگاه کنید همه این کدها رو اجرا کرد. حالا اینکه من میگه من نمیخوام توی بلاک ایف چیزی قرار بگیره، شما 4 تا ایندنت بزنید، الان دیگه این پرینتی که اینجا شما دارید میبینید عملا به این 4 تا دیتا یا بلاک باز و بسته ایف هیچ ربطی نداره و بعد از ایف شما میاد این رو اجرا میکنه. یعنی اگه من بیام اینجا این رو بخوام اینجوری جداش بکنم، حکمم به این صورت هستش. شما اینجا توی بلاک ایف هستید و این کد ها رو براتون اجرا میکنه و اینجا یه خط جداگونه دیگه کد هستش، اصطلاحا ما میگیم ادامه کد رو میاد اجرا میکنه. اینجا رو مثلا میتونیم ما بذاریم هلو ورلد و ببینید که هیچ ربطی به بالا نداره. من الان بیام اینجا مثلا به طور مثال میزنم 20، ببینید اومد 4 تا رو اجرا کرد و هلو ورلد رو قرار بده. حالا من به عمد میام عددی میزنم غیر از دوا کوچیکتر از 18، میام میزنم 17. ببینید 17 رو زدم و ببخشید اینجا من تورو گذاشتم، تورو رو معلومه که اجرا میکنم، بزرگتر مساوی 18. حالا دوباره اجرا بگیریم، من میام اینجا میزنم 17، ببینید چی رو چاپ کرد؟ فقط هلو ورلد. چرا؟ خب بیایم بررسی کنیم آیا 17 بزرگتر مساوی 18؟ نه، نه میشه چی تو انگلیسی؟ فالس. فالس بزنی چه اتفاقی میفته؟ هیچ قطعه از این کوتا رو اجرا نمیکنه و میاد دقیقا خط بعد از این رو اجرا میکنه. باز در قبلا صحبت کردم تمام زبانهای برنامه نویسی اما از هر چی که دلتون بخواد، مثلا JS، جاوا اسکریپت، دیگه بیایید بنویسید سی پلاس پلاس، سی، جاوا، چه میدونم پی اچ پی، سی شارپ و و و مواردی که وجود داره همه خطی هن. یعنی خط به خط شروع میکنه خوندن، میاد اینجا میبینه ای فالس، کدا رو اصلا اجرا نمیکنه، بعد میاد چی رو اجرا میکنه؟ ایشون رو. دقیقا اتفاقی که اینجا افتاد. من الان بزنم 20، بازم اومد این رو اجرا کرد. چرا؟ چون بالا رو من فالس گذاشتم. بذار اینو بنویسم اج بزرگتر مساوی 18. الان من بذارم اینجا این رو بذارم 20، خب میگه 20 بزرگتر از 18. بله، اون 4 خط کد رو اجرا میکنه و در نهایت میاد هلو ورلد رو اجرا میکنه. خب اینم به این شکل اومدیم در مورد ایف صحبت کردیم. نکته مهمش این ایندنت است یا بلاک است. شما باید حواستون باشه این بلاک رو، کدهایی که میخواید تو این بلاک قرار بگیرن رو باید یه دونه تب بزنید رو به جلو.